بابا اون ناسه یه بار کافی شاپ میزنه، یه بار قلالی و مرغ عشق میفروشه، حالا هم اومده اینجا شده لوله کش. مگه نگفتی سخت چکه اینجا؟ تو چه کف سالونو کندی؟ نه من پرده خودم دومادم دیگه. نه پرده نمیرسم. پرده خونه با بزرگر بکنن شعبه رایگیری. همینجا اجاره شدی برای عروسی؟ داماده، فردا عروسیشه. داشتیم راجع به انتخابات صحبت میکردیم، کشید به عروسی. من میگم مهمونا من چیکار کنم چه مسیر؟ بابا آقای بخشی پیگیری کنید. گفتم اولین نفر باشم که افتتاح کنم. با اجازه من برم به حساب مردم. حالا خودت با چشای خودت دیدی توی شعبه تبلیغ اینا به دیگه اینا بکنن؟ آیا لباس های شهرام خوشی را خورده ایم؟ نه میخونم؟ نه آقا شهرام خوشی رو میشنسین؟ نه کانده اصلاحتون رو نمیشنسین؟ نه کد انتخاباتی 1644 بگین؟ 1644 1644 اون برای جوانا همه کاری میخواد بکنه. لواشک میده، خونه میده، ماشین میده، کار شناسنامه هاتون رو بردین؟ نه شناسنامه نبردین؟ نه مگه نمیخواین رأی بدیم؟ نه نمیخواین رأی بدین؟ نه مگه رأی اولی نیستین؟ نه نیستین؟ ما اصلا به سن قانونی نرسیدیم که نرسیدیم؟ بعد اینو پابی که دیگه ها؟ اینا؟ با اینجا جای بچه هست بابانه شما سه سن چیه تو؟ باشه ببینم ای خاک تو سرت. چرا آقا جون؟ با این شوهرت آقا چشه؟ نازم شورای نگهبان گست صبح تا حالا ده مورد مشکل به وجود آورده. آقا جون نگاه کن چی کاری کرده. تو چرا اومدی؟ آمراد هر موقع داماد بیخود کتک بخوره ما اهالی روستا کیف میکنیم، این شادی رو از ما نگیر. الان یه شادی بهت نشون بدم وایسا. من معذرت میخوام از شما، ببخشید. دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید. ممنونم، حالا تا همه زحمت کشیدن و ممنونم. خیلی خوب دیگه بچه ها، خداحافظ دیگه. جمع بزرگتر هست. خداحافظ. خداحافظ. واقعا بچه دهه 80 های خوبی هست. آره پشو برو هادی جان، تا چند ساعت دیگه ناسپنوی مراسم عروسی تا با براش یه صورتی بزن، آرایشگاهی بکن، یه کاری بکن دیگه، برو دیگه. آره پسرم، نباید تو الان تو آرایشگاه باشی. تا عروس هم باید بره. بله من باید میرفتم، ولی خب آقا ناصر شما انقدر لطش همه چی رو به هم زد دیگه کامل. ای خدا ناصر رو به زمین گرم بزنه. خدا نکنه آقا. عادی جان من میخواستم یه نکته ای عرض کنم. واقعیتش اینه که من همه تلاشمو کردم ولی کاری از دستم بر نیومد. از دست شما؟ ببین واقعیت اینه که اینجا درست خونه عباقی بله. ولی یه جوری به هم وصلم هست،
و خب این ایراد خیلی بزرگیه، قبول نمیکنم. الان یعنی چی؟ ببین هادی جان، بالاخره ورودی محل عروسی شما و محل رای گیری یکیه. شما فرض کن ورودی عروسی شما از اونجاست، مهمونات دارن میان. بله. خب ورودی حوزه رای گیری هم همونجاست، دارن میان، مردم دارن میان رای بدن، اینا با هم اختلاط به وجود میاد، نمیدونم به هم میریزه نظم، و این رو به هیچ وجه نمیپذیرن بالا دستی های من، بلخص با مسئله ای هم که ناصر پیشاور. ای خدا من شرمنده، من خجالتم برای این گرفتاری هایی که ناصر درستش کرد. خدا این ناصر رو به زمین گرم بزن. خدا نکنه. ببخشید شما فقط یه کار میتونی بکنی، همین دور و اطراف بگردی قشنگ، یه باغ خوب پیدا کنی تو این روستاهای اطراف، وسایل رو سریعا منتقل بکنی اونجا، امشب اونجا برگزار کنی عروسی رو. میخوانده باغ پیدا کنی، مسئول تو این سرگه وسایل رو منتقل کنی. های نه چرا سنگ اندازی میکنی بابا؟ سنگم کجا؟ اوسرپا سنگ اندازی کدومه؟ انتخابات دیگه، راست میگه، نمیشه که ریس کنه وسط عروسی از اونورم رای گیری بشه. آقا تقصیر منه، من بدبخت شدم، من بیابرو شدم، حیثیت برای من نمونده. خدا نکنه پسرم، مگه مراد مرده باشه که بذارم به اونجا بکشه؟ آقا به کجا بکشه؟ کشیده شده دیگه، به کجا باید بکشه؟ آسون دیدی آقا مراد دیگه علنا کلا برداری کرده، بابا از شما گرفته داده به این زبون بسته. فهمیده آقا ایراد اصلا از منه، من نبادم کافر پامو توی خراب شده میذاشتم، ایراد از منه. خراب شده؟ بله توی خراب شده، من نباد میومدم. صد بار دیگه میگم خراب شده، نباید میگو خراب. اینم از این خراب شده. مراد خان دیوارو چرا خراب می‌کنی مراد؟ هادی یه معذرت خواهی کن تموم کن دیگه. آقا من چه معذرت خواهی کنم، الان صد نفر باید پیدا بشه، من معذرت خواهی خدا تو معذرت خواهی. همینه آرام نیشم کن آقا، اشتباه کردی، چیزی گفت عصبانی بود، ول کن. اینجا خراب شده نیست. بله ولی اگه میخوای خرابش کنی عیب نداره، ایده خوبیه. بیا آقا تو فشاری میفتاد، آقا رفته بالا قرمزه. من احساس کنم خودتو خراب کنی درست سره. خودم؟ بله تو سره. آقا مرد نکن با این بالا بفرمایید، اینم در مجزا ویژه عروس دوماد. بفرمایید. بخشی بفرمایید. برو. امیدوارم مورد قبول قرار گرفته باشه. بفرمایید. ناصر کجای گرده نیست آمایی چی کرده؟ این معصوم هم شاید زبونش باز شد.
خسته نباشه آقا. علیکی سلام. چه شده؟ چه خبره؟ چه خبره؟ هم عروسیه هم رای گیری. چطور؟ نه همین فقط خواستم که یه سرکشی داشته باشم. من خودم دارم سرکشی میکنم اینجا، مراقبت میکنم کم و کسری نباشه، اشکالی نباشه. انقدر گرفتار شدیم که من میگم اگه این کار بگذره من یه قربونی میکشم. چه خوبه؟ شما خوبی؟ برای من خوبه. میخوام بگم یک کاربالا اسم بگو من انجام بدم براتون. نه فقط یه ذره سرصدایی که اونم اشکالی نداره. مبارک باشه. مبارک شما باشه. مبارک باشه. مبارک باشه. قربون از بابا جان موز بخور. بابا یه چیزی بود اینا بود شرط برام نداشته. بابا چقدر میگم بهشون میگم من گوش نمی کنم یا تو یه چیزی به صورت مورد نم من چی بودم اینی بابا منم بابا تو کام کنم زهاد این دنه که بوده نمو بوده اون ببینم چی بودم من نگاه میکنیم من از صبح نمی کام کردم زمان که دیدم پارچه این دفعه میپنگم بابا این فیلمو خورم انرژی بزن چقدر میخوره بابا که خسته بشه بابا من چقدر بگم آقا جون شاید اینا به اندازه خودشون تا درست دیدن بعد نمیشه که ما بیایم که راست میگه عروس دوماد فامیل هاشون فکر میکنم تو فامیل عروسی فامیل عروسی رو بیرم تو فامیل دوادی این چی میشه شید آقا میشه بیه من شام میمونم ها میشه میم خوب راضی نگری ببین اون عروسی خودمونه این عروسی ایناست بعدش هم اینا رسمشون با هم فرق میکنه خب بابا شاید مهموناشون فکر کنن چیز کم کسیه نیست مرشون پذیرایی نمیشن بعدش هم نمیدونن که ما از این روز داریم که آفرین اعتبار مراد زیر سوال بود خانم این چوچ 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 ما گفتم شاد و شیر شده حالا دیگه ببخشید دیگه ما ممنون ناخونده شدیم و دیگه شرمنده شدیم خدا فرمای شما از صبح اینقدر زحمت کشید شما از صد خونده خونده تری خیلی خوش اومدید آره شام که میاد شام شما هم در خدمتتون هستی بزن دست شنگرا بفرمایید بهرام ها بهرام
او چته؟ دیر گفتی یادم رفت اصلا چی میخواستم بگم. وای ببین چی داره جلز بلز میکنه. آهان ببین این فامیلی شما به هم نمیشینه. شهرام خوشروی چرا نمیشینه؟ ضد تبلیغه عزیزم. شه داره ره داره، هم شه داره هم ره داره دیگه، چی میخوای؟ وای بیا 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 بیا. ای وای نونو چرا برداشتی؟ بخوری میگه برکت دیگه، بدون نمیخوری چی؟ پلاشم سوخت. نشستی رو من؟ نه آقا ما که شما چه اینجایید؟ نه من اینجا. شما چجوری میتونی در لحظه که اینجا هستی اینجا هم باشی؟ نه من این زیرم. نه شما اینجا نایی. آقا اینجا یه عکس، فقط عکس. چی شده؟ چی شده؟ آقا قلبت میگیره سکته میکنی. چی شده آقا؟ چی شده؟ ناصر. بله آقا. تو نحس بودی ناصر. ناصر تو ضد تبلیغ بودی ناصر. من راجب ضد تبلیغ حرف زدم. من از اولش گفتم باید یه هزینه برای کشتمو بکنی. در واقع تبلیغ خودش رو بردار نگو دیگه. برو برام نوشابه بگیر. نوشابه آقا اونم ضد تبلیغ، چاق میشیم بعد نشون میده. برو برام آبی بگیر. آب میوهم که آقا با نیمرو در نمیاد. در نهایت اونم ضد تبلیغ. دوغ بگیر دوغ. دوغم باز میدم به نوعی غذا. بیار آب غند. آب غندم که آب. آب بیار. آبم آب. آبی از چشم کوههای خوشرو. آب. چقدر تبلیغ کردم؟ چقدر بود؟ گفتم اینقدر تبلیغ نکن، اینقدر تبلیغ نکن. عشق شوقه. همش تبلیغه، همش تبلیغه، بی خود بود. ناصر تو ضد تبلیغ بودی. ناصر تو نحس بودی. ناصر تو منو بدبخت کردی. من به مردم چند بار گفتم باید پاشتمون باید بخشی از هزینه بودی. باشه از جلو چشم گم شو. چشم باشه برای خودتو گم کن. یواش یواش برو یواش. ولی برای دوره بعدی رو کاشته مو فکر میره میکنم تو حلقت باشه. برو گمشا. آقا رف 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 شما خود این آرنده باشی. بشی 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 اصلا چیزی هم نگاه نکن. بذار من الان یه لقمه بهت بدم، یه لقمه بخوری از این. چی شده برام بدبخ شدم، برام بیچاره شدم، تموم شدم. میدونم من شانسی ندارم. بلکن مهم نه که شما لواشک داری، لواشک سازی رو داری، مردم لواشک میخونن، دعا میکنن. ملس توش امشب نمیخواد بری بیرون برای تبلیغ. دمت کن من از هم ولی امشب باید بری بیرون. برم بیرون؟ آره برم بیرون. چیکار کنم؟ ببینیم که برای من نجوشه، میخوام برای هیچ کس نجوشه. باید بری تمام صندوقای راه رو باطل کنی، شبه بیاری، شک بیاری، همشون رو باطل کنی. آقا اینجوری که نمیشه که من گرم چیکارم. آقا صندوقا رو جمع کرم. باید بری. ببخشید آی ناظر، یه لحظه یه لحظه تشمیر خب هستی. شما خسته نمیشی؟ آقا من اومدم یه تخلف انتخاباتی رو گزارش کنم. تخلف؟ بله آقا تخلف. آقا اصلا اینجا جای درستی برای ستاد انتخابات؟ نه معذرت میخوام. ببخشید من حرف خصوصی داریم میزنیم. من عجله میخوام، فقط بگید چیکار باید بکنم. شناسنامه رو بذار اینجا، برو اونجا. آقا ببین این آقا مطمئنه؟
شناسنامه هم خواهد زمین جهاز بزن. آره آقا جون برو ستاد انتخاب. آقا ببین اصلا اینجا جای مناسبی برای شعبه رای گیریه؟ نه درستش اینه که ما بریم تو مسجد. درست میگم؟ چرا مسجد؟ معذرت میخوام من رفتم اونجا گفتن که اینو بیارم اینجا. اینجا نه آقا جون برو اونجا. وقت من به کی رای میدم؟ عزیزم کاندیدای اصلی تو روی این کاغذ بنویس ببر بذار اونجا. کی به نظرتون خوبه؟ شما خودت به کی رای؟ آقا برو اونجا 1344 برو پیدا کن عکسارو رو ببین ببین از کی خوشت میاد. آقا گوش بده به من. ببین آقا مسجد چرا مسجد نشده؟ چون نه آقا مراد قرار بود تعمیرش کنه تعمیرش نکرد. آقا مراد بکنم. شما عزیزم اینو که نوشتی از اینجا وردار بنداز اونجا. بله. آره بنداز صندوق. ببین آقا مراد مدرسه رو کی خراب کرده؟ چی شد که تو مدرسه شو بره؟ آقا من رفتم اونجا نشد. یه لحظه ببخشید. ببین عزیزم بیا اینجا. بگی دسته. ببینین آقا مسجد کار آقا مراد بوده. داماد آقا مراد مدرسه رو خراب کرده. اینجا رو کی معرفی کرده آقا مراد؟ پس اینا تخلف انتخاباتی صندوقای رأی باطله. ببخشید معذرت میخوام. اینو کجا پاک کنم؟ آقا اینو بمال به لباس دیگه. بمال به دستمال کاغذی. آقا من توجه کن این صندوق باطله. آقا مراد داره رأی جمع میکنه. متوجه هستین؟ نداره که آقا چرا؟ نه برادر من آخه آقا مراد که کاندید نیست. آقا مراد کاندید نیست. میگم این به اون میاد. این بهرامه داداش شهرام خوشرو. اینا دو تا بودن. از صبح تا داره تقریبا شهرام میکنه. آقا من خب باشم. اصلا برادرم هم کاندیدا باشه چه ربطی داره؟ آقا مراد داره تخلف میکنه. بگیرینش. آقا برای برادر کاندیداتورم چیزی نشده که من اومدم. خانم چی میگی؟ با این لواشکشون چه ربطی به لواشک داره؟ سلام علیکم. خواهش می‌کنم باهاتون صحبت کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. شما انگیزتون چی بود توی این روز برای رای دادن اومدین اینجا؟ ما شما لطفاً از من بپرسید. یه لحظه. اون زبان بسته چه حرفی داره؟ خب شما بفرمایید. شب عرسی مونی خورده هیجان زده ایم. ببخشید همسر ممکنه صحبت کنه؟ آره بفرمایید. چی فرمودین؟ انگیزتون چی بود توی این روز برای رای دادن اومدین اینجا؟ رای دادن وظیفه هر شهروندی که رای بده تا جامعه درست و بهینه شک بگیره. فقط اینکه نماینده‌های مجلس اعتماد ما رو می‌بینن کمک کنن که آقا از من بپرسید. از من بپرسید. دلست بفرمایید. چی؟ خانم رای شما برای چی؟ چیزی دیگه هست؟ چرا؟ چی؟ انگوشتر میجاز؟ عزیزم انگوشتر میجاز؟ دستم اشتر نه حتی نه جمعه به منو بدیم مصومه بوده تواضع کردن و نخواستن صحبت کنن. علی قاسمی هستم خبرگزاری صدا و سیما نه بهار. قابل از طرف اهالی آبادی برای عروس و دوم. آقا جون اینم پسنداز من و ناصر. همین از دستمون بعد سرویس کامل ترا از طرف پدر و مادر عروس خانوم به افتخارشون کمی مرتب. سرویس کامل طلا از طرف پدر و مادر ماه داماد به افتخارشون کمی مرتب.
خوش اومدید. از طرف اهالی روستا و آقا ناصر ناقابله، ولی من پیشنهاد میدم از این استفاده نکنید. نه یا تو زندگیتون مال ناصر گوله ما واقعا راضی به زحمت نبودی، شرمنده کردی، شرمنده به ما، ناقابله به خدا، نتونستیم بیشتر از این. اهالی روستا خیلی تلاش کردن، به هر حال انشالله سالی دیگه همین موقع سالگرد ازدواج، سالگرد ازدواج جشن سالگردتون. من برم سری به شعبه بزنم، شما هم به زندگیتون برسید. خیلی خیلی زحمت کشید، خیلی خیلی زحمت کشید. به افتخار آقا مراد عزیزمون یک کف مرتب. به قول قوه الهی تموم شد. آقا مراد کسی داخل عیاد نیست؟ نه کسی نمونده، از ده بالا روستای اون بر عالی خودمون همه اومدن، یک کسی نیست. خب ساعت هم دهه، یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امسال که استرس داشتم زودتر تموم بشه، حتی ساعت ده طول کشید. درش رو برای بس نه دیگه، کارامون انجام بدیم. بله خب با اجازه بخشی ما بریم برای شماره شماره. بفرمایید، من آوار اینا رو میگیرم میام. بفرمایید. آقا مراد یک میسمند همچین چاق و چله خوش قیافه دلنشین باشه چهره. خب برا فردا برا من جور کن، میخوام قربونی کنم جفت چشام. دومادت نه خودت فقط. ای ناصر خدا گور به گورت بکنه. آقا برام نزد. بفرمایید. برای بخور بابا آنیه. بابا من این همه هنر نمایی کردم، آواز خوندم، یه چلو گوش سهم من نبود، این چیه؟ آنی چی داری میگی؟ بابا میگم حتی اقل یه سیخ کومیدی بذار اینجا من بخورم. خیلی خوشمزه. ای خدای ناصر گور به گور کن. خدا نکنه آقا جون تو همین ناصر واقعا دلیش پیش غذا هنوز. اگه پیش غذا چرا برای تو کتلته، برای من سیب زمینیه. نزنیده بخونیده من بخور. میگم آقا مراد میخوای من یه لحظه برم حداقل یه اینقدر بشقاب برنج بریزم اینجا بخورم سلو گوش بکنم. بابا این کارو نکنه، آبرومون میره، بخور دیگه. خیلی خوش اومد. خیلی خوش اومد. به 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 من پلو مرغ خوردم، بده به شما یه جور. نه من یه جیمم. دست در نکنه. خیلی دست در نکنه. استخ بخورم. تخم مرغه. آها دیگه کدت نتونستم درست کنم. یه لیل کیپ نمی تو خونم خوشمون رو بخورم. نوک دونه. کاش که اون تخم مرغ رو میدادی شما یه لیدونه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با ذکر یک صلوات شروع می‌کنم. الله سلام. آقا درست دارم شما آمارت فعلن نه؟ بله درست. یه دیدم غلط دیکته‌ای خیلی عجیب داشت. بعد ببینم شکیبا ما داشتیم تو کاندیداها. شکیبا؟ بله.
آره من گفتم نکنه اسم و فامیل خودش رو جا کاندیدات فکرم نکنم دو سه تا بیشتر باطله باشه با این حساب که من تا اینجا دیدم. خب شما بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. خدا قوت. خسته نباشید. شما خوش اومدید. اندوش خدمتتون اگه امکان داره یه لحظه تشریف بیارین بیرون. شرمنده بنده دستم بنده. دیگه آقا جونم یه تشریف بیارین تشریف بیارین دیگه. کار واجب داره. آقا ما باید کنید شرمنده. امتنان دارم. بنده دستم بنده. خواهش میکنم تشریف بیارین بیرون یه لحظه کار واجب دارم. نمیشه نشه. بفرمایید آقا دیگه خواهش میکنم. بشه. بفرمایید. بفرمایید. خوش بریم. ببینیم چه خبر. حالا در وسط میدون پهلوان شرفنی رو میبینیم که میخواد زنجیر پاره کنه. این پهلوان اول ماست. دور خودش زنجیر کشیده. یه دونه قفل محکم هم زده. اوه با یه حرکت قریب الوقوع میخواد کلیتا گرد بده. اوه خب حالا با تشکیل آزار شروع کنه. کلیتا گرد بده. که خودش فشار میاره. فشار اول. اوه فشارش از حلقه زد بیرون. داره خیلی به خودش فشار میاره. اوه دوباره شانوما. بله بله. عروس خانم بفرمایید. بفرمایید. شرف علی. شرف علی بابا چیکار میکنی؟ سکته میکنی؟ بیا. صاحب جان پسرم. این هنوز وا نشده شرف علی. این کیه؟ این کیه؟ بخشیه دیگه. بخشیم. ببخشید مصده اوقات شدم. همونطور که مستحزن هستید با اون قوه الهی و با کمک آقای بخشی و جناب ناظر انتخابات به پایان رسید. همونطور که مطلعین باید شمارش بشه و بره مرکز. ولی از اون جایی که بنده شوق و ذوق فراوان دارم میخوام برنده انتخابات رو خدمتتون اعلام کنم. برنده انتخابات کسی نیست جز مراد فدایی. خدا رو شکر. بسیار زحمت کشیدی برای اینجا. آقا اجازه بدین. بنده در کمال صحت عقل و سلامت جسم اعلام میکنم برنده این انتخابات منم. برنده انتخابات شمایی. برنده این انتخابات شرف علیه. برنده این انتخابات شمایی. شما صابر عزیز که این همه زحمت کشیدین تونستید انتخابات رو را بندازین، مجلس عروسی این عزیزانم را بندازین. خواهش میکنم پسرم، همه تون برنده این، ایشالله همه تون شاد باشید، سرخوش باشید. جا داره که بگیم جای ناصر خالیه. ناصر گور بگوشه. جا داره که برای شادی شما بگم بنوازید به قول معروف هر آنچه را که در چنته دارید.